من مرجان هستم. من مسلمون بودم و مسلمونی بودم که خیلی مذهبی، خیلی خدا رو دوست داشتم. دوست داشتم که با خداوند همیشه در ارتباط باشم و 12 امام رو قبول داشتم، روزم رو میگرفتم و همینطور خیلی معتقد بودم نمازم نبایستی ترک بشه، حتما باید نمازم رو بخونم. قبل از اینکه از ایران خارج بشم شروع کردم مدتی به نماز شب خوندن. نصف شب بلند می شدم، خواب آلود و وضو می گرفتم، نماز شب می خوندم. برای اولین باری که با مسیح آشنا شدم، از مسیح شنیدم، این طور بود که خیلی خیلی زندگی سختی داشتم. اومده بودیم آلمان و شرایط بسیار بسیار سخت بود و در اوج تنهایی و آشفتگی بودم. به حدی حالم بد بود که گاهی وقتا فکر خودکشی میکردم. و تو اون شرایط سخت به طور معجزه آسا با یه خانمی آشنا شدم و این خانم در اولین برخوردی که با من داشت اینقدر این خانم محبت داشت و این خانم به محض این که شروع کرد صحبت کردن، اون چیزی که درون من بود شروع کرد به من گفت تو شرایطت اینطوری هست، خیلی ناامید هستی و خیلی میترسی و تو خیلی احساس تنهایی شدید میکنی. از اون درون شکسته من مثل اینکه رو کاغذ نوشته شده بود و به من شروع کرد به صحبت کردن. و بعد از اون ایشون از مسیح شروع کرد و همون در برخورد اول خودش رو معرفی کرد، زندگی خودش گفت، شایعات خودش رو گفت و گفت که چطور به مسیح ایمان آورده و چطور شفا گرفته، شفای جسمی و شفای روحی. و وقتی این رو به من گفت، گفتم من این رو میخوام ولی من مسلمان هستم و ما 12 تا امام داریم و من اسلام ما خاتم الانبیا مال اسلام ما هست و نبی دیگه ای وجود نداره. و ایشون شروع کردن که برای من توضیح دادن، ولی من گفتم اصلا من نمیپذیرم، خواهش میکنم، دوستتون دارم، میخوام باهاتون ارتباط داشته باشم ولی مسیح رو به عنوان یک پیغمبر میشناسم. بله، این خانم اینقدر با محبت بودن و اینقدر ایشون بدون هیچ گونه انتظاری محبت داشتن و به من کمک میکردن، از نظر حتی مثلا جاهایی که احتیاج داشتم، از نظر زبان مشکل بود میومدن تلفن میزدن، ولی همیشه این رو میگفتن مسیر رو امتحان کن، مسیر رو باید چشید. و یک روزی من احساس کردم که خب این خانم من باورش دارم، پس بیام اینو هم باور کنم که این صحبتی که میکنه میتونه به درد من بخوره. گفتم من یک آرزویی دارم و میخوام که آرامش بگیرم، من اصلا آرامش ندارم و خیلی خیلی از درون داغون هستم. ایشون به من گفتن ظاهر تو، چهره تو نشون میده که از چقدر از درون داغون هستیم. و دعا کردن، گفتن اجازه دارم دستمو بذارم روی شونه هات؟ گفتم بله. دعا کردن و وقتی که دعا کردن برای آرامش، من اون شب رو راحت خوابیدم تا صبح. بعد صبح زود من بایستی میرفتم توی کانتین، ما وعده های غذاییمون رو میرفتیم از تو کانتین میگرفتیم چون توی کمپ پناهندگی بودیم. همینطور که میرفتم یادم بود به دعای شب گذشته، گفتم خداوند نمیخوام این حالت رو از دست بدم. عیسی مسیح، تو اگر خدا هستی یا هر چیزی هستی، من به تو ایمان دارم. در همون لحظه احساس کردم بارون بسیار بسیار بارون آرامی روی من اومد، از سر با تا پا، اصلا کلن تمام بدن من همینطور با بارون خیس میشد، در حالی که زمین کاملا خشک بود و من یک احساس عجیب آرامشی داشتم. احساس میکردم اصلا روی زمین دارم میرم، خیلی سبک هستم. و این اولین ملاقات من با عیسی با روح القدس بود که اصلا نمیدونستم که روح القدس کارش چیه و چه کار میکنه. و وقتی که به این خانم صحبت کردم، همون شب وقتی که این اتفاق برای من افتاده بود، همون روز این اتفاق برای من افتاده بود و شب دخترم توی خواب میبینه که همه جا تاریکه و یک دفعه اون اتاقی که ما توش هستیم پنجره نورانی میشه و یک نفر میاد وارد اتاق میشه، میگه من دزدم اومدم شما رو ببرم.
و وقتی که ما این دو مورد رو برای این خانم تعریف کردیم، این خانم گفت من سالها مسیحی هستم، خودم هیچ وقت این تجربه ها رو نکردم که شما کردین. و در کلام خدا عیسی مسیح میگه من مثل دوز میام، روز خداوند مثل دوز هست و خداوند به شما نشون داده، قیامت رو حتی به شما نشون داده. از درون احساس بدی نداشتم، احساس خیلی خوبی داشتم. یعنی انقدر این واقعا این آزادی و این آرامشی که داشتم انقدر عالی بود که هیچ شکی نداشتم، چون من بلا فاصله از تنفر و از خشم آزاد شدم و این رو میدیدم درون خودم. وقتی این اتفاق افتاد، اون اشخاصی که واقعا متنفر بودم و روح انتقام جویی داشتم اصلا برداشته شد، واقعا برداشته شد. نه اینکه بگم بهتون طول کشید، مدت زمان خیلی خیلی کوتاه خداوند واقعا این شفای درونو داد. در درونم هیچ کشمکشی نداشتم، ولی اطرافیان میگفتن مرجان میره کلیسا، مرجان به مسیح ایمان آورده چون بهش پول میدن. و این موردا بود که میگفتن، حتی تلفن میزدن و به من میگفتن. قبل از ایمان به مسیح من از مرگ میترسیدم، از آینده بی نهایت میترسیدم و هیچ گونه امیدی نداشتم به زندگی، به آینده هیچ امیدی نداشتم. و تمام هر روزم که بلند می شدم از خواب با استراب بود، با ترس بود، چه اتفاق خواهد افتاد، فردا چی میشه، شرایطمون چی میشه، زندگیمون چی میشه، آیا من سالم میمونم، آیا سالم هستم. این ترس ها همیشه بود و امید اصلا نداشتم، هیچ، واقعا اصلا خوشحال نبودم. درونم همیشه خیلی خیلی ناراحت بود و واقعا در ایمان با مسیح سریع همه اینها برگشت. این اعتماد به خداوند، اعتماد به خدایی که حقیقتا وجود داره و حقیقتا همراه من هست، با ما هست، در کنار ما هست، در ما هست، این هر روزه در من قوی تر و قوی تر می شد. مسیح وقتی که میاد با خودش هر چی نیکویی هست میاره، با خودش آرامش میاره. یعنی این نیست که زندگی کاملا راحت خواهد بود، مشکلی نخواهیم داشت، سختی نخواهد بود، نه، هست. ما در این دنیای لعنت شده زندگی میکنیم، همه چی هست، ولی در کنار اینها خداوند هست. و من به عنوان یک شخص مسلمان زاده پیشنهاد میکنم تعصب نداشته باشیم، امتحان کنیم. من تعصب داشتم، خیلی طول کشید تا به این باور برسم، ولی واقعا امتحان کنید، اگر خوب نبود بذارین کنار، خیلی راحت. و مسیح رو باید چشید و دید که چقدر مسیح نیکو هست. و خداوند از طریق‌های مختلف طی سالهای سال، حتی امروز، از طریق کلامش، از طریق موعظه ها، از طریق حتی صدای خودش حرف میزنه، با من حرف زده. و بزرگترین امید و ایمانی رو که خداوند از همون اولی که من باهاش آشنا شدم به من داد و شروع کردم به کلام خوندن و عاشق کلام بودم و یک تشنگی خاصی برای کلام خدا داشتم و هر روزه چندین ساعت من کلام خدا رو میخوندم و میخواستم بیشتر بچشم، عهد عتیق، عهد جدید، و برام خیلی عالی بود. حتی عهد عتیق گاهی وقتا خیلی سخته که درک کردنش، ولی خداوند مکاشفه میده، مکشوف میکنه. و آیه ای که خداوند با من صحبت کرد و همیشه این آیه تعمیدی من هم هست و در زندگی من منو بنا کرده، و این آیه رو من با اجازه شما میخونم در اشعیا در فصل 31 در آیه 28، از آیه 28 میخونم. آیا نمیدانید؟ آیا نشنیده اید؟ خداوند خدای جاودان است. او تمام جهان را آفریده و هیچ وقت خسته یا فرسوده نخواهد شد. هیچ کسی افکار اون را درک نمی کند. او به افراد ضعیف و خسته نیرو می بخشد. حتی جوانان نیروی خود را از دست می دهند و مردان جوان از خستگی می افتند. اما کسانی که برای کمک به خداوند توکل می کنند نیروی تازه می یابند. آنها مثل عقاب پرواز خواهند کرد و از دویدن خسته و از راه رفتن فرسوده نخواهند شد. و این با این آیات من زندگی میکنم هر روزه. با خداوند اعتماد کنیم، هیچ وقت خسته نمیشیم،
جوان ها خسته میشن، ولی اونهایی که به خداوند توکل میکنن، به مسیح توکل میکنن، هرگز خسته و ناتوان نخواهد شد.